سلام سلام، من پریسا هستم و خوش اومدید به ویدیو دیگه با من. توی این ویدیو میخوام براتون بگم که من در طول روز چه چیزایی میخورم. راستشو بخواید یک ماه میشه که رژیم کتوژنیک گرفتم و به خاطر هورمون و گوارشم خیلی احساس خوبی دارم و راستش این رژیم رو به هر کسی توصیه نمیکنم، فقط خودتون برید تحقیق کنید و بدونید چیه. خلاصه ما اول صبح دلمون میخواد که بوی قهوه آشپزخونمون رو بگیره و من قهوه دون شده رو آسیاب میکنم و با مکافات اسپرسو درست میکنم. و البته شیرمون رو هم به یه اندازه گرم میکنیم. اول اسپرسو رو میریزیم ولی یه ذره از اسپرسو رو اجازه میدیم بمونه. توی دستگاه فرنچ پرس که قیمت خیلی مناسبی هم داره یه ذره شیر میریزیم، باز میذاریم یه ذره شیر بمونه توی ظرفمون. باقی مونده اسپرسو رو به شیر اضافه میکنیم. اینجوری که بزنید باعث میشه که شیرتون کفدار بشه و حالت کریمی بگیره. به اسپرسومون اضافه میکنیم. اضافه شیری که داشتیم رو میزنیم که شیر خالص کفدار داشته باشیم. در نهایت اضافه میکنیم و یه همچین چیزی تحویل میگیریم. برای صابونه، این صابونه یه که تقریبا 5 روز تو هفته میخوریم و خیلی مقوی و خیلی سیر میکنه. یه مقدار بادوم زمینی اندازه یه مشت کوچولو، 2-3 تا گردو، کنجد، یه ذره زردچوبه و یه قاشق چایخوریم عسل. البته که میدونید توی رژیم کتوژنیک اینجوریه که آرد و برنجتون هضم میشه، ولی مثلا کربوهیدرات عسل هم داره ولی هضم نشده. اینم از صبحانه جذاب من که خیلی دوستش دارم و خیلی سیر میکنه. حدود 10 صبح آلبالوی یخ زده که از بهار داریم رو میخورم و کتابم رو میخونم و باز یه مقدار از قهوه میمونه، چون من قهوه‌مو خیلی آروم میخورم. ساعت 12 وقت میوه‌مه که مثلا امروز توت فرنگی دارم، بیشتر اوقات پرتقال یا انار میخورم. یه مش تخمه میخورم که توی این رژیم مجازه و مشکلی نداره. برای نهار میخوام کوکوی مرغ درست کنم که خیلی خوبه و حتی اگه این رژیم رو نداریدم خیلی خوبه و خیلی سیر کنه و پر از پروتئینه. نزدیک 10 عدد سیر رو خورد میکنید، پوستش رو میگیرید، یه بلندر سینه مرغ، یعنی استخون نداشته باشه و سینه مرغ باشه که گوشتش سفیده بهتره، میندازید. بعد سیرا رو توش رنده میکنید و با هم هم میزنید. میتونید سیرم رنده نکنید، من تا حالا راستش امتحان نکردم، نمیدونم کامل له میشه یا نه. مرغتون جوری باید بلند بشه که به این حالت بشه، یعنی مثل گوشت چرخ کرده، مثل مایه کوکو باید بشه. زردچوبه و فلفل سیاه و نمک بهش اضافه میکنید و خوب ورز میدید.
بعد از اینکه همه مواد یه دست شد میذارید کنار. یه قابلمه رو پر آب کنید. وقتی آبش جوش اومد سبد فلزی رو بذارید و کلم بروکلی ها رو بریزید تو این سبد و اینجور باعث میشه که کلم بروکلی هاتون بخار پز بشه. تقریبا 10 دقیقه یه ربع زمان میبره که بخار پز بشه. قارچه خرد شدمون هم با یه ذره کره میذاریم سرخ بشه و بپزه. برای کوکو یه دونه تخم مرغ رو میشکنید و هم میزنید تا از لختگی در بیاد. توی یه ظرف دیگه تون پودر سوخاری میریزید. من از این پودر رو که تازه خریدم استفاده کردم. فرقی هم نداره با پودر سوخاری گذشته. توی مایتابتون کره بریزید. یه ذره هم روغن زیتون بریزید که کرهتون نسوزه. از مایه کوکوتون بردارید و مثل کتلت بازش کنید. البته که من توهر خاصی ندارم توی این موضوع و این تمام توان تلاش من بود. توی تخم مرغتون بغلتونید و بعد توی پودر سوخاریتون. همونجور که گفتم من همه چی رو هضم نکردم تو این رژیم، یعنی پودر سوخاری فکر میکنم خودش آرد داره ولی من همچنان میخورم و فکر نمیکنم تأثیر آنچنانی داشته باشه. هضم به هضم نیست ولی برنج و نونمون کاملا هضم مگر ماهی یک بار. کلم بروکلی رو با یه چنگال تست کنید، اگه نرم شده یعنی پخته. آب کش کنید و آب سرد بگیرید که خنک بشه کلمتون. قارچتون وقتی پخت جدا کنید و سس بشامل درست کنید. این سس بشاملی که من درست میکنم خیلی راحته و باعث میشه که آرد گلوله گلوله نشه. یه ذره کره اضافه کردم، یک و نیم لیوانم شیر، یه قاشق غذاخوری هم آرد. البته همونجور که گفتم خیلی آرد استفاده نمی‌کنم مگر واسه این غذا که من این غذا رو حتما هفته یک بار درست میکنم. دیگه هم میزنید و قارچ پخته شده رو بهش اضافه میکنید و اجازه میدید سستون جا بیفته. خوبی رژیم کتوژنیک اینه که پنیر پیزا و پنیر گودا راحت میشه خورد و مجازه. منم یه دونه پنیر گودا اضافه کردم به سس بشامل. توی همه وعده غذایی ما همیشه کاهو وجود داشته و فکر میکنم یکی از دلایلی که سر حالمون نگه میداره همین کاهوه. حالا میتونید در کنار سالادتون هر چی که دلتون بخواد بذارید. ما امروز هیچی نداشتیم، من فقط کلم بروکلی رو اضافه کردم. سس مایونزم توی این رژیم مجازه ولی من سس مایونز رو با ماست و سس خردل قاطی میکنم و به سالادمون اضافه میکنم که من خیلی دوست دارم سالاد سسی خیلی زیاد. کوکوامون رو اضافه میکنیم.
راستشو بخواید من همیشه سس بشاملم از این غلیظ‌تر میشه. فکر میکنم شیرشو زیاد ریختم که خیلی غلیظ نشد. اما خب با این غذا خیلی خوبه، خیلی میچسبه، جوری که مرغ خب یه ذره خشکه ولی این سس باعث میشه که خوش طعم‌تر بشه. اینم از نهار خیلی جذابمون که واقعا سیرمون میکنه، واقعا که ساعت 4:30 ما همیشه نهار میخوریم. ما دیگه شام نمیخوریم تا ساعت 8 شب که من چای دم میکنم، حالا یا دمنوش میخوریم در کنار یه شکلات تلخ، یه تیکه کوچیکش. و باورتون نمیشه ما سیریم تا این موقع، یعنی فکر نکنید ما گرسنه موندیم و نه، خیلی سیر میشیم با ناهارمون که ساعت 4:30 میخوریم. و البته این رژیم هر چقدر چربیش بیشتر باشه بهتره. من توی این رژیم خیلی سایز کم کردم، اضافه وزنم کم کردم و انقدر احساس سبکی خوبی داره که همسرم هم با من این رژیمو میگیره و اونم خیلی راضیه، با اینکه قصدش این نیستش که لاغر بشه یا رژیم لاغری بگیره. در نهایت اینم از آشپزخونه‌ای که تا 2 ساعت پیش داشت این بر اون بر صدای جلیز و ویلیز می اومد، ولی همه چی تمیز آروم یه شب زمستونی رو به نظر من نشون میده و آرامش خاصی داره. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و براتون مفید باشه. دوستتون دارم. خدافظ. Thank you.